سکوت اونو کشت. He couldn't speak out in time to get treatment. I wish he had. بله، اجازه بدید نظر پیمان و احمد رو بشنویم. پیمان روی خط اسکایپ، سلام بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. خب اول برمیگردیم به اینکه اید چگونه وارد ایران شد. همونطور که میدونید دو نظریه متفاوت در مورد نحوه به وجود اومدن HIV وجود داره که خب اون اولیش به اون قضیه ملوانه برمیگرده که میگفتن هم جنسگرا بوده و پیمان اگه میخوای تاریخچه برامون بگی بعد خیلی تیتروار بگی چون وقت برنامه خب محدوده خیلی کوتاه. من خودم الان اتفاقا ترکیه هستم و این کافی نت هستم میخواد تعطیل کنه سریع میخوام بله بگم. بله ممنون. و خلاصه اینکه با حیوانات میگفتن در مجاورت بوده و نظر دیگه اینکه HIV ساخته میگفتن دست دانشمندانه که البته اینقدر محرمانه نگه داشته شده که هنوز مشخص نشده که دقیقا کدوم یکی از این نظریه درسته. و ولی در هر حال در مورد نحوه ورود ایدز به ایران که حتما خبر دارن مردم عزیز که به دلیل محموله‌های خونه آلوده بود که به دلیل سهرنگاری رژیم و عدم وجود دیپلماسی مناسب بین ایران و خارج این مسئله به وجود اومد. البته الان داروهایی وجود داره که همونطور که میدونید یک بار وزیر امور خارجه آمریکا عنوان کرد که با آن میتوان حتی ایدز را درمان کرد، ولی خب حتی در آمریکا نیز خیلی داروهایی که به قول معروف داروهای مدرنیته هنوز عمومی نشده و در اختیار مردم قرار نگرفته چه برسه به ایران ما. خب که حتی توی ایران در مورد داروهای عادی نیز مردم مورد تحریم هستن و متاسفانه با دشمن تراشی که در ایران نسبت به خارج انجام میشه روز به روز مردم ما مورد تحریم های بیشتری قرار میگیرن. خب من نمیخوام مسئله رو بیش از این باز کنم و فقط این که امیدوارم مردم تحریم ها در موردشون کاهش پیدا کنه و از طرف خارج با مردم بهتر رفتار بشه توی خاورمیانه و مخصوصا ایران. بسیار.